من سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. ببین، ما 45 دقیقه 50 دقیقه اینا برنامه داریم. باور کن سروش عزیز، 200 برابر این زمان من نیاز دارم برای این چیزی که در مورد فولکلور میخوام صحبت بکنم. بفرمایید. من اینقدر حرف دارم و مطمئنم که 99% 97-98% نخواهد بود توی این بحث. ببین، مثلا دیگه وقتمون کمه. اردشیر اولش همیشه برای دعوا میکنه بعد شروع میکنه. آره مطمئنم. یعنی حرف نزنه. یه چیز جالبم بگم درباره اینکه چقدر اردشیر این حال خوشی که به ما میده، اردشیر مال اینه که خودش هم لذت میبره از اون شعر. قبل از اینکه برنامه شروع بشه، مثل دکترم دعوا کن که اینقدر صحبت نکنن. مثل اینه که تمرین میکنن قبل اینکه برن تو مسابقه. اینا اردشیر داشتش که این آهنگ لوری فولکلور رضا سقایی رو گذاشته بود و داشت اونو میشنید که این حس بیاد بحبه، به جونش بحبه. بشینه صدای رضا سقایی بزرگ من پخش خواهم کرد این برنامه. تو موبایلم موبایل آوردم من. هنجره های بزرگ ایران رو که مال فولکلورن پخش خواهیم کرد. صحبت عزیزم، شما عزیزم، حسن زیرک بزرگ، اینا نبودن سرزمین من خیلی چیزها رو نداشت. حسن زیرک از در واقع قوم کرد بزرگ و حنجره طلایی سقایی بزرگ. بله، عاشق محبوب عزیزم، چقدر عالی، محبوب خیلی عزیزم، چقدر عالی که از همه داریم اینا صحبت بکنی. آره، من میخوام بگم که چیزی که فرمودین، شعر فولکلور اهمیتش به اینه که سرایندهش نمیدونه شاعره، یک تجربه رو انتقال میده و تجربه اینقدر با پوست و خون و استخون این آغشته است، شعر محض میشه. ما شعری داریم در دنیا که من مال لندهی های افغان هست، یکی از تلخترین شعرهای دنیا است. به نظر من تلخترین شعر دنیا هم است واقعا. این شعر مشخص مال یک بچه است. میگه مادر سرفه نکن، پدر زنی دیگر میگیرد. این شعر قطعا مال یک بچه است، یا خواهر بزرگش، یا برادر بزرگش، یا مادرش، یا کسی این رو نوشته. اون نمیدونه چی داره میگه، اون شعر محض گفته. انقدر اندوه تو این شعر بزرگه که خود درد میره کنار، درد مادر میره کنار. اصلا شعر صحبت میکنه دیگه، شاعری اونجا وجود نداره، شعر محض اون لحظه. و ما از اینا زیاد داریم. من با یک مثال از آندری تارکوفسکی عزیز بزنم. توی قفقاز اینها میرن آخرین فیلم آندری تارکوفسکی رو در روسیه بسازن که بعد تبعید میشه به ایتالیا و نمیتونه اونو بسازه. ولی قبل از اینکه تبعید بشه، با دستیارش که طراح صحنه‌اش بود میرن قفقاز و در قهوه خانه چند تا پیرمرد رو میبینن. آندری تارکوفسکی از اینها عکس میگیره. بعد از اینکه دیگه نمیتونه فیلمو بسازه، به دستیارش میگه که بریم عکسای این عزیزان رو بهشون بدیم. و به تعداد هم چاپ کرده بود، 5-6 تا چاپ کرده بود. وقتی میبره عکس‌ها رو به اینها میده، یکیشون که بزرگترینشون بوده، پیرشون بوده، میگیره نگاه میکنه، میچرخونه به اون 5-6 نفر دیگه هم میده، بعد دوباره برمیگردونم میدم، برمیگردونه به آندری تارکوفسکی، دوباره عکس رو برمیگردونه. میگه چرا زمان رو رام کردی؟ چرا زمان رو تو این عکس اسیر کردی تو؟ اونها به قنایی از هستی رسیده بودن که اصلا غرق محض در لحظه بود، در آن بودن، از لحظه به لحظه زندگی اونها داشتن استفاده میکردن. اونها حکیمان گمنامی بودن، اونا بزرگترین اندیشمندها و فلاسفه هستن. توی فرهنگ ما، من شبیه همینه که شما میگی، به خاطرم اومد که تو اون کتاب فاجعه سرخپوستان آمریکای شمالی ترجمه استاد محمد قاضی همین بودش که میگفتش که میومدن از سرخپوست تا عکس بگیرن، میگفتن عکس‌های ما پیر نمیشن و این غیر طبیعیه که این عکس ها پیر نمیشن. بابا چقدر تفریق اینو نشون داد، چقدر زیبا بود. مرسی. آره من الان از صادق هدایت، این کتاب فرهنگ عامیانه مردم ایران، یه بخونم متن رو دیگه. حس هنر و زیبایی انحصار طبقات عالی و تربیت شده نیست. نابغه های ساده ای وجود دارند که در محیط های ابتدایی تولد یافته، احساسات خود را بی تکلف با تشبیهات ساده به شکل آهنگ ها و ترانه های عامیانه بیان کردند. گاهی به قدری ماهرانه از عهده این کار برمی آیند که اثر آنها جاودانی می شود. این نابغه های گمنام مؤلفین ترانه های عامیانه هستند.
امروزه ترانه های عامیانه همه کشورهای متمدن با دقت هرچه تمامتر جمع آوری شده، آهنگ آنها به وسیله نوت یادداشت گردیده و مصنفین بزرگ موسیقی روی آنها کار کردند، به طوری که مقام به خصوصی احراز نموده است. در آلمان ترانه های فولکلوریک رونق و اعتبار به سزایی دارد و حتی مصنفین بزرگ مانند موزارت، وبر، شوبرت و شومان بسیاری از آهنگ‌های آنان را پایه تصنیف‌های خود قرار دادند. در روسیه از زمان قدیم ترانه‌های عامیانه شالوده پرورش معنوی ملت بوده و در برخی کشورها مانند مجارستان اساس موسیقی ملی به شمار می‌رود. این زیاده، این چایکوفسکی رو میگه، بعد هم ادامه داره. توی همین کتاب یک نمونه مثالی هم بزنم. میگه که هدهد کیه؟ هدهد شانه به سر چیه؟ چقدر ببینید زیباست این فرهنگ. اگر من امروز از فرهنگ صحبت میکنم، به هیچ عنوان من 100% تاییدش نمیکنم. فرهنگ سنتی خیلی خیلی چیزهای آزارنده و حذف شدنی لازمی داره که باید حذف بشه. اگر حذف نشه دست پا رو میگیره و از بین خواهد رفت. باید آنالیز بشن، باید تفکیک بشن و خوبهاش رو باید برداریم. فرهنگ سنتی اگر نتونه مدرن بشه نیاز، یعنی بقا نخواهد داشت. باید این تفکیک بشه، باید بازبینی بشه، باید روشکار بشه تا بتونه پاسخ برای انسان معاصر داشته باشه. این که من میگم زیباست همش نیست، شاید درصدی باشه ولی درصد شاهکاره. توی این میگه شانه به سر عروسی بود که در حال شانه کردن موهای خود بود. پدر شوهرش به خانه آمد، عروس خجل از پنجره پرید و پرواز کرد و شانهش در سر او ماند و شانه به سر شد. چقدر این زیباست، این شعر محضه. اینا رو ما حیف نداشته باشیم ما. یه نمونه بعدش هم بگم. مثلا وقتی درختی بار نمیده تو فرهنگ عامه، با تبر میرن تهدید میکنن، دو سه تا زخم بهش میزنن یا سنگ بهش میبندن یا یک دو تا شاخه‌هاش میسوزونن. چرا بار نمیدی؟ بعد یکی وسیع میشه میگه آقا نکن این کارو، وساطت میکنه، نکن این کارو، سال آینده بار میده و اینها. نه، اینها رو بذاریم کنار، کود نداره، خاکش مشکل داره، آب نداره، اونطوری نکن با درخت. یا عمرش تموم شده، هر چیز. به اینا باید آنالیز بشن، تفکیک بشن، کنار گذاشته بشن. ببخشید من همینطوری عذر میخوام. از افغانستان یکی بخونن. بله بله. یه ترانه کتابش هم بی زحمت معرفی بکن. خواهش میکنم. شما اون برداشتونو بده به احسان عزیزم، اونو بده به لندن رو بده به احسان. بله بله. معرفی کن. یه ترانه مشهور کتاب لندای، ترانه های مردم پشتو، گزینش و ترجمه محمد آصف فکرت و نشر هشتم. این رو جواد شیخ الاسلامی عزیزم از تو مشهد رفته انتشاراتیش یه دونه پیدا کرده برای من فرستاده. با ماها من دنبال این کتاب گشتم و بس. فکرم تنها مجموعه مستقلی از لندای ها که در ایران موجوده، فارسی آره چاپ شده، همین هسته. ترانه افغان رو ببینید، این ترانه بود. پدر من از این بالا خدا بیامرز یک چیزی حکایتی تعریف می‌کرد، شاید حالا مثلا روایت‌های مختلفی باشه، که می‌گفتش که وقتی بریم بر مزار ملا محمد جان سیر گل لاله‌زار، وقتی بریم بر مزار ملا محمد جان سیر گل لاله‌زار، ملا دلبر جان برو به یار بگو یار تو امن، همون یار وفادار تو امن، همون یار وفادار تو امن. بعد این میاد تو ایران، دشتستان ایران، توی خراسان، بیرجند، شیراز، باز با همین شعر، همین شعرهای دشتستان رو تو همین قالب میخونن. الا دختر که بابایت گدایه، دو چشم نرگست کار کجایه، دو چشم نرگست کار کجایه، چه کار داری که بابایم گدایه، دو چشم نرگسم کار خدایه، دو چشم نرگسم
کار خدای ببخش من نباید میخوندم چرا نباید میخوندی کیف کردیم که این عالی دیگه این دفعه آقا دست رو بزن عالی عالی خون من هم دیگه اینو با اینا زندگی میکنم مثلا حنجره اگر رضا سقایی عزیز نبود من چقدر کم میآوردم اگر لرستان باشکوه نبود من چه جوری میتونستم تو این سرزمین زندگی کنم اگر عاشق محبوب خلیلی عزیزم نبود یا حسن زیرک عزیزم تو کردستان نبود چه جوری میشد زندگی